مثلا ما از کتاب های عزیز نسین رو خیلی میخوندیم. خب عزیز نسین حتما میدونه کتاباش خب بخشش انتقادی و اجتماعی است. بعد کم کم کتاب های آل احمد، ساعدی، همینطور کتاب های صمد، اینا مواردی بود که علاقه فرد رو به حوزه اجتماعیات و سیاسیات فراهم کرد. و خب ارتباطی هم که با فضای دانشگاه داشتیم، کم کم قبل از دانشگاه وارد این نوع مسائل اجتماعی و سیاسی شدیم. در واقع علاقه ما به موضوع سیاست ابتدا از علاقه به موضوع اجتماع آغاز شد و علاقه به موضوع اجتماع هم در واقع با خوندن این نوع کتاب ها که عموما هم در دسترس بود، یعنی مشکلی چیزی وجود نداشت از حیث دسترسی به اونا. این علاقه بود، ارتباطات با دانشجوهایی که قبلا هم رفته بودن دانشگاه وجود داشت و خب کم کم یه نوع جلساتی هم آغاز شده بود، به خصوص جلسات که زمینه ها و تعلقات مذهبی داشت. به همین دلیل من از لحظه‌ای که وارد دانشگاه شدم در واقع به عنوان یه دانشجو فعال شناخته می شدم و دیگه تو مجموعه فعالیت هایی که اون موقع تو دانشگاه وجود داشت شرکت می کردم.